همراه میشیم با همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو. بابک، لطفاً از آخرین تحولات و تازه‌ترین‌ها برامون بگو. ابتدا به مسئله سیاسی و دیپلماتیک می‌پردازیم. در رابطه با تصمیم شورای امنیت ملی، شورای امنیت سازمان ملل در اسرائیل تا حدودی ابراز خوشنودی کردن و در حقیقت بیانیه‌ای که پیش از این ایالات متحده اون را وتو کرده بود به رأی گذاشته نشد. در این بیانیه تنها از کمک‌های بشردوستانه صحبت شده و آزادی گروگان‌ها و پس از اون در راهی که روسیه خواست پیش ببر و آتش بس را نیز جزی از اون بکنه، ایالات متحده فوری اون قسمت را وتو کرد و در حقیقت به نظر نمیاد که این بیانیه تا حدی برای اسرائیل ضرر بار باشه. اما در آنچه که در میدان میگذرد، امروز پس از سه روز برای اولین بار جنوب اسرائیل دوباره مورد هدف و شلیک موشک‌هایی از نوار غزه قرار گرفت. تعداد موشک‌ها به صورت زیادی کاهش پیدا کرده و هر چند روزی یک بار حماس موفق میشه که به سوی اسرائیل موشک پرتاب بکنه. در کنار اون، سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید که سلطه نظامی کاملی بر شمال نوار غزه داره، ولی این به این معنا نیستش که درگیری‌ها در اونجا ادامه نداره، زیرا همانطوری که در چند روز گذشته دیدیم، هنوز افراد حماس به طور انفرادی از ساختمان ها و حتی از برخی از تونل هایی که هنوز دریچه هایی به بیرون داره میتونن افراد ارتش اسرائیل را مورد حمله قرار بدن. در جنوب نوار غزه در منطقه خان یونس هم همچنان حملات شدید هوایی و زمینی اسرائیل ادامه داره. به گفته اسرائیل مرحله دوم جنگ که سلطه بر تمامی نوار غزه هست به خوبی پیش میره، اما بدون شک این موضوعی نیستش که در یکی دو روز یا یکی دو هفته آینده به پایان برسه. ارتش اسرائیل با مقاومت شدید افراد حماسی که تقریبا همه اونها در حال حاضر در جنوب نوار غزه هستند و در بین اونها رهبر حماس یحیی سنوار هم وجود داره، هنوز به شدت مقاومت میکنن. اما اسرائیل میگوید که پیشرفت ها قابل انتظار هستش و همچنان اسرائیل به جنگ ادامه میده. ممنونم از توضیحاتت بابک اسحاقی، خبرنگار ایران اینترنشنال از تل‌آویو. همزمان که صحبت میکردی تصاویری هم دیدیم از جنوب اسرائیل که نوار غزه رو آسمانشون نشون میداد و دود رو میشد دید. مشخصه که حملات ادامه داره. ممنونم.